ایگیت خان حتی تو روی دولت هم واسطه. کی همچین جرأتی داره؟ میگه دولت نمیتونه جلومو بگیره. والا به هیچ کی اهمیت نمیده. هم اعتبار خودشو نجات داد هم ما رو. تو کل دنیا معروف میشه. با این اوصاف ایگیت خان به بالا بالاها میرسه. هیچ کی نمیتونه جلوشو بگیره. ببینم شما کار و زندگی ندارین؟ ها؟ ما بهتون پول میدیم که بشینین وراجی کنین؟ تو اعصاب منو بیشتر از این به هم نریختی، گمشین برین. معروف شده واسه من، هیچ کی نمیتونه جلوشو بگیره. انگار دارن فیلم میبینن احمقا. بذارین همینجا. آخه سیبل، مگه اینطوری یهویی میشه دختر گلم؟ شما همه کارتون عجیب غریبه ها. مامان اخلاقشو که میدونی، انگار این هفته کارش هم یکم سبک شده. باشه، ولی کاش لاقل میگفتی کجا میرین. نمیدونم مامان، سورپرایزه. وقتی رفتیم میفهمیم. وای سیبل، یه وقتی دی این بار دیگه واقعا با هم دیگه رفتیم پاریسا. خب دفعه قبل قسمت نشده بود دیگه. امیدوارم این دفعه بشه. کم مونده بود یادم بره. یه دقیقه صبر کن الان میام. وای مامان اونا رو نمیخوام، ول کن نظرشون اونجا. نمیشه وایسا. من اونا رو نمیخوام، نمیخوامشون مامان، نمیخوامشون دیگه. یعنی چی؟ نمیخوامشون. برای چی نمیخوای؟ خب زشتن. زشتن؟ بله. چرت و پرت نگو دیگه. من رفتم اینا رو با سلیقه خودم برای جهیزیت انتخاب کردم. سوچم بدون تو واکن ببینم. خیلی خوب، خیلی خوشگل میشی. بدون این دمپایی آدم محصل میره. آخه زود باش، زود باش. خیلی خوب، بذارشون، بذار دیگه. گذاشتی؟ چی کار کنم؟ میگی پاسپورتمو بردارم؟ خب معلومه دخترم، این ایگیت هیچ کارش معلوم نیست. باش. اومد. خیلی خوب، تابلو نکن. حاضری؟ دختر گفتیم میریم ماه عسل، برای همیشه که اونجا نمیمونیم. یکیش برای توه، یکیش هم برای من، اگه بخوای. نمیخوام. صمد، این بزرگه رو بردار، اون یکی میمونه. مگه میشه؟ خب اونم بردار، یه وقتی دی لازمتون شد. شعله، شعله جان، میشه اینا رو ببری بذاری تو ماشین عزیزم؟ اونم ببری. میگی کجا داریم میریم؟ جای دوری نمیریم، برای همین گفتم بی خودی اون همه چمدون آماده کردی. چند روز میمونیم برمیگردیم. گفتم ماه عسل، ولی فقط واسه این که بقیه این طوری فکر کنم. آخه من چطور حرفتو باور کردم؟ چطور باورت کردم؟ سندروم چمدون ایگیت گیری چه دیگه؟ چی؟ هیچی بابا، ماشینو نگهدار میخوام پیادشم. چرت و پرت نگو سیبل. گفتم نگهدار. ببین خودمو پرت میکنم بیرون ها. چرت و پرت نگو سیبل. این جایی نمیام. نگهدار ماشینو. مرتی که کسافت. قدرها ماه اثر فرمالیته ای نبود عزیزم. ببین رئیس فکر همه جا رو کرده.
معلومه تورا خیلی خسته شدی، داری چرت و پرت میگی. من منتظر یه هتل خیلی معمولی بودم، ولی اینجا هم خیلی بد نیست. آفرین. بخور. به سلامتی چی بخوریم؟ به سلامتی ازدواجمون. به سلامتی عزیزم. عروسی زورزورکی، ماه عسل زورزورکی، حالا نوبت چیه؟ بچه زورزورکی. بیشتر بخور مست شی، زودتر بخوابی، منم خلاص میشم. خوش اومدی. ممنونم. غذا حاضره، بریم سر میز. صبر کن من اولین پرنسس رو ببوسم. الیف عشقم، امروز چه کار کردی؟ روزت چطور گذشت؟ دلت برام تو این شده؟ کبرا، این بچه تب داره. راست میگی؟ آره، ببین دست بزن. دخترم تب برو تموم کردیم، یادم رفته بخرم. چی کار کنیم امیر؟ تو کیف من هست. آره یادم قبلا گرفته بودم، به جیب جلوی یه نگاه بنداز. چی شده عزیزم؟ باز نمیشه. چه کار میکنی؟ به سرویس یه اتاق زنگ میزنم، یه شیشه دیگه میخوام، اونم مهمون رئیست. شت. دست نزن دیگه، دست نزن. دادشمن تو چه مرگته؟ تو رویا رفتیم پاریس، تو واقعیت استانبولیم. میگم واقعا ما چرا نرفتیم پاریس؟ آره درسته، چون دوستی ما با امیر فهمیدی نرفتیم، مگه نه؟ سیبل قبل از اینکه بیشتر چرت و پرت بگی برو بخواب. یکیت من با تو چی کار کردم؟ تو رو خدا بگو من با تو چی کار کردم؟ ها؟ تو هنوزم به خاطر اون قضیه عصبی؟ یکیت بین من و امیر هیچ اتفاقی نیفتاد، فهمیدی؟ هیچ اتفاقی. تو چطور همچه چیزی ازم میپرسی؟ ها؟ تو نمیدونی با من چی کار کردی؟ ها؟ واقعا هنوز نمیدونی؟ تو به من دروغ گفتی سیبل، به هم کلک زدی. تو هم یه شیرخواره بیگناه و معصومی. آره گیت به هم میگی از روز اولی که اومدی محلمون دوستم داری. داشتم، برای همین با کبرا ارتباط برقرار کردی؟ برای این که ازم انتقام بگیری؟ با اینکه عاشقانه نگاه میکردی، با اینکه دوستم داشتی، صداقت تو اینه؟ با اینکه هیچ اتفاقی بین من و امیر نیفتاد، تو یه لحظه از زندگیت منو بیرون کردی؟ درک تو از عشق اینه؟ من تو رو خیلی دوست داشتم دیوونه، برای همین دیگه هرگز نبخشیدمت، برای همین اصلاً و به هیچ وجه بهت اعتماد نمی کنم. حالا فهمیدی؟ برو دیگه بگیر بخواب. نمی خوابم دیوونه. سیبل بسه، به تو ربطی نداره.
امشب باید تو این اتاق همه چی معلوم بشه. ایگیت خان فهمیدی؟ سنگامونو با هم وامی کنیم برای همه ی بی‌انصافی‌هایی که در حقم کردی باید جواب پس بدی. هرچی میگذره تبش داره بالاتر میره، چی کار کنیم؟ خیلی خوب، پاشو بینیم بیمارستان. اون بچه رو بده به من، تو برو آماده شو. این بچه هست، تبش زود میره بالا، زودم میاد پایین. نگران نباش، تو بیمارستان فوری خوبش میکنم، بدش به من. الیف عشقم، چی شده خوشگلم؟ با این کتاب داری هنوزم میخوای سرپا وایسی؟ میدونی دلم برای کی تنگ شده؟ واسه کی؟ برای اون پسر روستایی که تازه اومده بود محلمون. همونی که وقتی بهم نگاه میکرد چشاش آتیش هم میزد. تو حال خودش نبود ولی جلو کل دنیا قتلم میکرد. از مادرش، پدرش، از کل خانوادهشون حمایت میکرد. من دلم برای اون پسر خوشقلب خیلی تنگ شده. وقتی فهمیدم کبرا حامل است ازت فرار کردم، ولی فقط خودم میدونم چی کشیدم. فقط خودم میدونم وقتی شبا سرم رو بالش میذاشتم تو رویا با تو زندگی میکردم چی کشیدم. فقط خودم میدونم که چه چیزایی رو تحمل کردم. وقتی دوستای بچگیم یکی یکی بهم پشت کردن، حتی یک کلمه هم با هم حرف نزدن چی کشیدم. فقط خودم میدونم، فقط خودم میدونم. پاشو دست نزن نگید، بهم دست نزن، تو رو به خدا دیگه طاقت ندارم، دیگه بهم دست نزن لطفا. سیبل بیا برو یه آبی به سر صورتت بزن، پاشو. نمیکن لعنتی. بدن کوچیک دخترم سرام زدن. اشکال نداره، با این که پرنسسه ولی قویم هست. مگه نه عشقم؟ بعدش هم سرام حالشو خوب میکنه، چیز بدی که نیست. امیر طوریش نمیشه مگه نه؟ میگن تب بالا خیلی خطرناکه. هیچیش نمیشه، صبح که شد دوباره خندوم میبینیش. حالا میبینی دوباره سرتو درد میاری این پرنسس، پس خودتو آماده کن. چقدر خوبه که هستی. گریه نکن، گریه نکن. ببینم چایی میخوری؟ آره میخورم، الان میرم میارم. خوشگل من. چند دقیقه قبل دکتر اومد، تا
تبش پایین اومده. خدای شکرت زهره ترک شدم. از تو هم خیلی ممنونم. تو صبح بالا سر الیف بیدار موندی و مراقبش بودی. ببین خوب گوش کن ببین چی میگم. اینطوری مرتب از من تشکر نکن، انگار دارم یه کاری خارج از وظیفم میکنم یا به خاطر اینکه در حقت لطفی کرده باشم انجامش میدم. پس لطفا تمومش کن. نه امیر، به خاطر اون نگفتم. سیبل، دیشب رو فراموش کنیم. هیچی یادم نمیاد. ببین بذار اینو مشخص کنیم، ما برای اینکه تو زنده بمونی ازدواج کردیم. تو به این میگی زندگی ایگید؟ بله امره رفیق، یه چیزی هست ولی نمیدونم تو ماه عسل بهت بگم یا نگم. ماه عسل کدومه؟ چرت نگو بابا، حرفتو بزن. الیف مریض شده، مادرم گفت، از همسایه‌ها شنیده. چی؟ مریض شده؟ چه شده؟ من نمیدونم، ظاهراً دیشب تو بیمارستان گذروندن، هیچ کس خونه نیست. حاضر شو میریم. چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ دخترم مریض شده.
مطمئنی حسن؟ با چشای خودم دیدم حقی خان. چمدونشو بسته، ماشینش هم عوض کرده. برای فرار آماده شده. آماده شد پس چرا فرار نکرد؟ من از کجا بدونم آقا اسام؟ مردک رو این حساب نقششو چیده بوده که ایگید حالا حالا تو زندان میمونه، ولی وقتی ایگید آزاد شد نتونست بره. زو ایگید تو خبر کن، بگو تنها بیاد. بگیرش بابا جونش. کبرا دخترم چطوره؟ ببینم تو اینجا چیکار میکنی؟ تو بیمارستانیم، خواهش میکنم درد سر درست نکنین. خوب شد؟ بله خوب شد. حال الیف کاملا خوبه عمو جونش، اصلا نگران نباش، امشب مرخص میشه. دخترم عموتم دیگه داشت از اینجا میرفت. بیا بریم لالا کنیم باشه؟ بیا بریم. داداش یه لحظه بیا بیرون، کارت دارم. رضات خواهش میکنم آروم باش. باشه آروم برم. ایگیت راتو بکش از اینجا برو. امیر اومدم دختر مریضم رو ببینم. ببین دخترت خوبه، فهمیدی؟ اصلا ام جای نگرانی نیست، دیدش. با کبرام که قبلن حرف زدی دیگه تو رو تو زندگیش نمیخواد. حالا از اینجا برو. ببین کبرا هرچی دلش میخواد بگه. انگار یادت رفته. بذار بهت یادآوری کنم. اون داشت با من میومد، منو انتخاب کرده بود. بعدش چی شد؟ نمیفهمی مگه نه؟ ببین داداش، تو این داستان جایی نداری. الیف دختر منه، تموم شد رفت. الیف از نظر قانونی و وجدانی دختر منه، برادر. و تو دیگه الیفو نمیبینی. اینو تو کله پوکت فرو کن. آره؟ دقیقا آره. چشم جناب باسپورس، هر چی شما بگی. از این به بعد با یه زبون دیگه باتون حرف میزنم که بفهمین. حقی خان، انگار اتفاقی افتاده که خواستین تنها بیام. ببینین، میخوام بدونین که من چیزی از آدمان پنهان نمیکنم. جریان چیه؟ آبجی، همه زرت و زرت نیا تو این اتاق. بسر، شما هم تا کسی نمرده نیاین تو. عجب، حالا بیشتر کنجکاو شدم. ببینی گیت، گاهی برای خودم خلوت میکنم و میشینم فکر میکنم. میگم حقی از این زندگی چی میخوای؟ همه چی داری، پول داری، خوشبختی، دم در هزار تا محافظ داری، هرچی میخوای میگیری یا دستور میدی برات بگیرن. اما هنوزم دارم فکر میکنم از این زندگی چی میخوام. ولی خب نمیشه. میدونی برای چی دلم تنگ شده؟ برای اینکه یه شب راحت سرمو بذارم رو بالش. به محض اینکه چشامو ببندم با آرامش کامل، بدون اینکه به چیزی فکر کنم، راحت بخوابم. ولی میدونی که تو کار ما آرامش معنایی نداره. از همه بیشترم دلم برای همین تنگ شده. اینکه یه دوست داشته باشم که بتونم بهش تکیه کنم. دوستایی که بتونم بهشون اعتماد کنم. حقی خان، اگه منظورتون از این حرفا منم لطفاً بگین. نه ایگید،
همینطوری دارم باهات درد دل میکنم. هر از گاهی حرفای دیگه هم بزنیم مگه چی میشه؟ ولش کن. این کسی که پلاک ماشین رو لو داده هنوز پیداش نکردی؟ اما همه سرنخهایی که ما پیدا کردیم این آدم تو سلیم رو نشون میده. گفتم حواست باشه. پس موضوع اینه، تو حرف منو جدی نمیگیری ایگیت، اما دارم بهت میگم همون روزی که پلیس تو رو گرفته سلیم بند و بساطش رو جمع کرده بوده داشته فرار میکرده، اما وقتی فهمیده ولت کردن مردک منصرف شده. اینو از کجا میدونین؟ منبع تو موثقه؟ اگه موثق نبود بهت نمیگفتم ایگیت. ما هم داریم بررسی میکنیم. در ضمن این سلیم دورو بر برادر باسپورست هم زیاد میپره که. باشه حقی خان، خودم بهش رسیدگی میکنم. باشه، حالا شد. جواب درست همینه. باشه، پس من بهتون خبر میدم. لازم نیست، من بهت اعتماد دارم میگی. حالا الیف چطوره داداش؟ خوبه، تبش پایین اومده، دکترم امروز مرخصش میکنه. خب پس این دیگه چه قیافه ایه؟ با باسپورس بحث کردم، اعصابم خورده. راستی سلیم، تو یه سر برو خونه، یه نگاهی بنداز، شاید کبرا چیزی لازم داشته باشه. اگه من برم باز بی خود و بی جهت مشکل پیش میاد. باش. من رفتم. ایگی چی شده؟ داداش چی شده؟ بگو دیگه. امره، به نظر سلیم میتونه ما رو لو داده باشه؟ نمیدونم، ولی چی؟ یه روز قبل از عملیات امیر اومد سراغش، سلیم رو سوار ماشینش کرد، گفت باید صحبت کنیم. فرداش هم عملیات رو انجام دادن. ماشین طرف رو که نگه داشتن امیر ما رو دید، میدونست داریم اون ماشین رو تعقیب میکنیم، اما نگهمون نداشت. اون موقع نفهمیدم، ولی الان که فکر میکنم، ای بابا چه میدونم. تو چرا گاف صندوق رو نگاه کردی؟ که ببینم پولا اونجاست یا نه. اونطور که حقی میگه، شبی که ما رو گرفته بودن سلیم برای فرار آماده شده بود، اما وقتی ما آزاد شدیم از فرار منصرف شده. خواستم ببینم پولی برداشته یا نه، اما اگرم برداشته باشه گذشته سر جاش. دوربینا روشن بودن، همه چی رو ضبط کردن. بذار یه نگاهی بندازیم. این مال اون شبه. موسیقی
چرا خواستی منو ببینی؟ الان داری همه چی رو به خطر میندازی، حواست هست؟ ما همچین قراری گذاشتیم جناب باسفورس ها؟ بگو ببینم اون ایگیت لعنتی چطوری آزاد شد؟ نمیدونم ایلماس، تو به هم بگو. شما چجوری آدمتون رو از تو زندان میاریم بیرون و چطور قانون رو دور میزنین؟ تو بهتر میدونی. آقای باسفورس، میدونی که قرارمون این نبود. الان چی میشه؟ من سر این قضیه پدرم رو لا دادم، پدرم. منم برادرم رو دستگیر کردم، فهمیدی؟ نه عدالت من به دردی خورد، نه کار تو ایلماس، همین. ببین باسفورس خان، از این به بعد ما نه همدیگر رو دیدیم نه همدیگر رو میشناسیم. شیرفهم شد؟ الو، چی داری میگی پسر؟ ببین منو، همین الان اون طول سگ و کفسته برام بیارین، هیچ کی خبردار نشه، فهمیدی؟ الیف و خوابوندی؟ اینجا رو ببین، دخترت تو رو خوابونده. امیر، امیر، صبح که شد گفتی شبا فراموش کنیم. شوهر من بعد از یه شب رویایی گفت فراموشش کنیم. دیگه تحمل این همه بی احترامی رو ندارم دریا. خب چی کار کنه، لابد اینجاش حسابی عیب کرده، همه رو بی ارزش میدونه. نه، من یه تصمیمی گرفتم دریا، از اینجا میرم، هرچی میخواد بشه بشه. چرا اومدیم اینجا گیت؟ نمیدونم. انقدر خودتو اذیت نکن رفیق. به نظرم امیرم به خیال خودش دلایل منطقی داره. مثلا چه دلایلی داره؟ خب هر دوتون میخواین کسایی که با خانوادتون این کارو کردن از ریشه نابود کنین، فقط روشاتون متفاوته. بله، ولی رایی که اون انتخاب کرده داره منو میسوزنه سلیم، اونو چی کار کنیم؟
اون میخواد قبل از اینکه تو تو این باتلاق غرق بشی نجاتت بده. تو به این میگی سوزوندن، ولی اون فکر میکنه داره از آتیش نجاتت میده. عالیه، انگار تو هم پیش امیر شروع به کارآموزی کردی. راستش اگه تو رو نشناسم فکر میکنم یکی از آدمای اونی. ولم کنین، بهتون میام ولم کنین، ولم کنین. بابا میشه بگی اینجا چه خبره؟ آه الان بهت میگم چه خبره. کار رفت تا امروز مرد تو ماشینم پروروندم. ها بیشرف، تو ما رو به پاسپورت فروختی. ها تو با اون پاسپورت چه کار کردی؟ ها خوش اومدیم. سفر چطور بود؟ راحت اومدیم؟ راحت اومدم. خودتو بی خود نگران نکن. خب ما همون همکاری میکنیم، همونطور که پای تلفن صحبت کردیم. ما باید به اطلاعات خیلی مهمی دست پیدا کنیم. تو برادرتو فیلتر نمیکنی مگه نه؟ اگه ایگی تو که منو سکه یه پول کرد و زنی که دوستش داشتم ازم گرفت و بندازی زندان قبوله. گوستاله یه نمک نشناس، حالا باید چه غلطی بکنیم؟ ها؟ چه غلطی کنیم؟ یعنی اونی گید از من با ارزش‌تره بابا؟ چرا حرف تو مخت نمیره کره خر؟ اگه گید بفهمه هر طور شده میکشنت. ما بیدی نیستیم که با این بادا بلرزیم حقی خون. پدر سگ خری دیگه خر نمیفهمی. ما به خاطر تو این نفهم به آدم یه تهمت زدیم، غلطی که تو کردی انداختیم گردن آدم گید، اون پسر سلیم. نباید بفهمه، هیچ کدوم از اینا رو نباید بفهمه، از هیچ کدوم نباید خبردار بشه. تو هم یه بار دیگه دهن تو باز نمی کنی، فهمیدی؟ هر کاری من بگم همونو می کنی. حسام این طول سگو ببریم. ببرش ولم کن. منو ببین، شما هم هیچی ندیدین و نشنیدین، فهمیدی؟ اگه ایگیت هم زنگ زد جواب ندید. چشم قرمه برو. ایشالا ببینی مثلا از دست قاتلان نجات هم دادی. اما خودت داری شکنجم میدی. تموم شد دیگه، تموم شد، تموم شد، تموم شد، تموم شد.
پسر تو چرا از امیر طرفداری میکنی ها؟ امیر نتونست به پای تو برسه. مگه تو برای اینکه منو نفروشی دستتو به خون آلوده نکردی؟ ها؟ مگه تو حقی میخواست شما رو بکشه؟ من اسلحه رو شقیقه خودم نذاشتم. خب آره، ما دیگه هم قطاریم داداش. آها، همین دیگه. تو از اون قطار پیاده شدی سلیم. مگه تو ما رو لو ندادی پسر؟ نفهمیدم. میدونم با امیر حرف زدی، همه ی اطلاعات رو تو بهشون دادی. وقتی ایست بازرسی بود فقط تو رو نگه نداشتن، وقتی ما رو گرفته بودن فقط از تو بازجویی نکردن. تو احمقی ها؟ ندیدی چه بلایی سر نهاد اومد؟ فکر میکنی چی میشه؟ ایگیت داری اشتباه میکنی رفیق. بله امیر با من حرف زد، ولی من بهش هیچی نرسوندم. بهش گفتم من اصلا ایگیتو نمیفروشم. اون فقط خواست شانسش امتحان کنه. لااقل الان مرد باش سلیم. ما با هم وارد این راه شدیم ایگیت. اگه یادت رفته بهت یادآوری کنم. برای اینکه انتقام خانواده تو بگیریم وارد این راه شدیم. تو همیشه ما رو سگ خودت دونستی، ولی ما هیچ وقت تنهات نذاشتیم. همیشه دوستت باقی موندیم، همش پشتت واستادیم، حتی واسط برادری کردیم. من که مجبورتو نکردم. شما پول و قدرت رو دوست داشتین. خیلی پشیمون میشه ایگیت. میخوان ما رو به جون هم بندازن. خیلی پشیمون میشه. وقتی خائن اصلی رو پیدا کردی خیلی پشیمون میشه. تو رو همینجا میکشم و بدون اینکه پشت سرم هم نگاه کنم میرم. خب پس ایگیت معطلش نکن داداش، زودتر ماشه رو بکش. چه خبره؟ تو کی هستی که اینطوری وارد خونه من میشی ها؟ حقی خان، این بار من حرف میزنم و شما ساکت میشی. تو کی هستی عوضی؟ ها؟ فکر میکنی کی هستی که میتونی تو خونه من رومان از ده بکشی؟ من کیم؟ تو انگار هنوز نفهمیدی. من کسیم که چند لحظه دیگه مغزتو داغون میکنه. خوش اومدی. نخواستم قبل از اومدنت برم که یه وقت مثل فرار نباشه. ایگیت من همه چی رو قبول دارم. به جای اینطوری ادامه دادن ترجیح میدم بمیرم. تو صدای منو میشنوی؟ دارم با تو حرف میزنم، حداقل این دم آخری با هم حرف بزن. ایگیت حالت خوبه؟ این خون چیه؟ خون من نیست. این خونه کیه؟ این خونه کیه که دست من بهش خورده؟ سوالی که به تو مربوط نیست نپرس سیبل. ای خدا، دارم دیوونه میشم.
این موقع شب اسلحه به کمر با سروز خونی میای خونه، بعد که ازت سوال میکنم با من بحث میکنی ایگیت؟ ببین خیلی خستم، اعصابم خیلی داغونه، برای همین به من گیر نده. مطمئنم که یه کسی طوریش شده، من میشناسمش. جواب بده دیگه. دعوا کردم، حالا فهمیدی؟ دعوا کردم، حالا برو بگی بخواب. برم بخوابم؟ من برای تو نگرانم ابله، خدا میدونه باز دوباره خودتو تو چه درد سری انداختی. ببین اینو تو مغزت فرو کن، من همینطوری نمیمیرم، مرگ یه روزی یه جای خیلی سری میاد سراغم، تو حتی روحت هم خبردار نمیشه، برای همین انقدر به مخت فشار نیار. تو دیگه چجور آدمی هستی؟ نمیبینی به خودت و اطرافیانه چقدر داری آسیب میرسونی؟ آخه چی بهت بگم؟ اصلا من برای چی دخالت میکنم؟ هر غلطی که دلت میخواد برو بکن. اگه از این در بری بیرون زندت نمیذارن سیبل. تو به این میگی زندگی؟ یکم صبر کن، فهمیدی؟ یکم صبر کن، من این مشکل رو حل میکنم، تو هم بعدش با خیال راحت میتونی هر جا دلت خواست بری، هر جوری دوست داری زندگی کنی. های حسام اونطوری بر رو بر نگاه نکن، وقتی میگم بشین بشین. استغفر الله قربان، نظر حرفم رو تکرار کنم، بگه بشین. من با این طول سگ چی کار کنم؟ ها؟ نمیتونی بندازیش، نمیتونی نگهش داری، شرمندمون میکنه، جلو مردم مضحکمون میکنه. کلی کتکی زدم، هنوز داره حرف خودشو میزنه و کار خودشو میکنه. قربان آقا ایلماز قبلا اینطوری نبود، اون زن عقلشو پرونده. پریدن عقلش مهم نیست، دیگه جونشو میگیره، دیگه هم نمیتونم بفرستمش آدانا، حالا چه غلطی بکنم؟ تو چرا اونور نگاه میکنی؟ قربان مژدگونی بدین، ایگیت سلیمو کشته. بیگناه جون اون جوانو گرفتیم، چه کار کنیم؟ اون عوضی کجاست؟ تو اتاقش قربان. برو صداش کن بیاد. این سری خلاص شدی، ایگیت سلیمو کشته. ببین منو، دیگه کوچکترین خطایی ازت سر نمیزنه، فهمیدی؟ این مرد دست راستشو کشت، اگه به فهم تو بودی که نامردی کردی خیلی بد میشه. چی میشه آقا حقی؟ ها؟ اگه من الان به ایگیت زنگ بزنم بگم کسی که تو رو لو داده من بودم چی میشه؟ اونو انتخاب میکنی یا منو؟ ها؟ پسر خودتو قربونی ایگیت میکنی؟ ایلماز مبادا به این فشار بیاری،
تو اگه بابا من باشی نباید بهم فشار بیاری ایلماز. سیبل به من نگاه کن، باید آروم باشی. چیزایی که دیدی به هیچ کس نمیگی، باشه؟ اما منو خیلی میترسونی گیت. من کاری نمی کنم که تو رو تو خطر بندازم. حالا پشو بیا، پشو. پیشم بمون، خواهش میکنم، من میترسم. نمیشه. یعنی اینقدر ازم متنفری؟ ازت متنفر نیستم سیبل. تو با من کاری کردی که من هیچ احساسی بهت نداشته باشم. به کبرا هم شب بخیر. در مورد پیشنهادم فکر کردی؟ میدونم صلاح ما رو میخوای، اما نمیشه. ببین، این فقط یه روال قانونیه، یه روال برای این که هر سه بتونیم زیر یه سقف راحت زندگی کنیم. چیزی تو زندگیمون عوض نمیشه، اتاقامون جدا میمونن، ما دوست میمونیم. فقط برای الیف مادری و پدری میکنیم، همین.
این انگشتر تو بهم میدی؟ میخوام امروز برم دنبال حلقه اندازش دستم باشه. نه امیر، حلقه و این چیزا رو ببین. حالا که میخوایم یه کاری رو انجام بدیم، همه چیش اصولی باشه. مدل خاصی میخوای؟ یه حلقه معمولی. خیلی خیلی. مثل مال همه. باشه. کبرا؟ داری چی کار میکنی؟ دکتر گفته دلیل این که الیف مرتب بیدار میشه اینه که اتاق مخصوص خودشو نداره. منم گفتم اینجا رو اتاق الیف کنم. ها؟ چی میگی؟ اتاق گیتو؟ مطمئنن دیگه نمیخواد اینجا بمونه. اما اگه تو بگی دیگه بهش دست نمیزنم. به حالت قبل برمیگردونم. نه نه لازم نیست. خودت بهتر میدونی چی کار کنی. آره خودت میدونی. میگم امروز با هم یه سر خرید بریم ها؟ وسایل جدید میگیریم. اما تو رو خدا کلا صورتی نگیریم. اینجوری انگار تو شربت فرو رفته اومده بیرون. راستش من امروز خیلی کار دارم کبرا. یعنی تو باشه باشه من حلش میکنم. ببین بهترین حسن این که کار مال خودت باشه اینه که هر وقت بخوای میتونی به خودت مرخصی بدی. من مطمئنم تو اینجا رو خیلی خوشگل میکنی. اینجا مناسب دخترمون میشه. من دیگه باید برم. خب امیر بیا اینا رو میبری؟ بقالی محلمون هست آقا محمود، بده به اون. اون میده به کسایی که بهشون نیاز دارن. لباسای گیته؟ به جای اینکه علکی علکی تو کمودا بمونن به یه دردی بخورن دیگه. آقا محمود میدونه اینا رو به کی بده. چته تو؟ چرا این ریختی شدی؟ اصلا به قیافت نگاه کردی؟ رنگ و روت پریده. این ازدواج بهت نساخته ها، به خدا. ممنون سیبل. اگه نمیخواستی چیزی بگی چرا کله سحری صدام کردی؟ ولش کن دریا، چیزی ندارم بگم، فراموشش کن. تو رو خدا خستم نکن. ببین هنوز خواب از سرم نپریده. چی تو مغزته بگو، خواهش میکنم. باشه باشه، ولی به هیچ کس چیزی نمیگی. باشه قول بده دریا. ببخشید ولی کی دیدی من راز کسی رو فاش کنم؟ گیت منم فکر کردم میخوای حرف مهمی بزنی. باز چی کار کرده؟ وقتی دیشب گیت اومد سر وضعش خونی بود دریا. چی؟ زخمی شده؟ نه میگه خونه من نیست ولی نمیگه چی شده. سیبل تو میدونستی و ازدواج کردی، باید قبول کنی. میدونم خیلی سخته اما بالاخره این مافیاست. خب دیگه دریا، اگه یکی یه روز با سر و وضع خونی از خونه ایگید بره خونش چی؟ اون موقع چی میشه؟ یکی باید جلو اینو بگیره. من باید جلو اینو بگیرم؟ اینطوری که نمیشه. البته جلشو بگیر، حتما حرفتو قبول میکنه. کاربارشو ول میکنه، میره دانشکده پلیس ثبت نام میکنه. داری چرت و پرت میگی یا؟ قدرت تو برای اینکه جلوی ایگیتو بگیره کافیه؟ شاید قدرت من کافی نباشه اما قدرت امیر کافیه. یعنی چی؟ نمیدونم دریا، ولی کم کم دارم به امیر حق میدم. سیبل اگه با امیر دست به یکی بشی ایگه تا آخر عمرش تو رود نگاه نمی کنه. بهتره بدونی الانش هم تو روم نگاه نمی کنه. حتی اگر اینجوری زنده میمونه. تو این جریان دخالت نکن. شنیدی چی گفتم؟ ها؟ اصلا. پس چی کار کنم؟
چی کار کنم؟ همینجوری دست رو دست بذارم تا منتظر شم یکی ایگیتو بکشه؟ دور از جونش بابا، کل سحری حرفای منفی میزنی. سیبل، امیر دیگه امیر سابق نیست. اگه امیر سابق بود به خاطر برادرش هر کاری از دستش برمیومد میکرد. الان شاید بر این که براش حبس ابد ببره تلاش کنه. کلی مشکل پیش میاد، حواست هست مگه نه؟ ببین مبادا حماقت کنی، تو این کار دخالت نکنی یا تو این وسط از بین میری. شنیدی چی گفتم؟ ابدا. دریا خیلی میترسم یه بلایی سر ایگیت بیاد. آروم باش. خیلی میترسم. تولد الیف. سریم جواب بده دیگه، کجایی؟ سریم. امره، خیر پسرم؟ مادر، من با سلیم کار داشتم، خونه نیست؟ نه، شب نیومد، با تو نبود؟ نه، ما با هم بودیم ولی حتما تو نمایشگاه خورده خوابش برده. بهش بگو به هم زنگ بزنه، ببین دیشب خوابم نبرده. باشه مادر جان، شما برو تو، سردت نشه. پسر تو کجایی؟ امره سلیم کجاست؟ نمیدونم، نه مغازه اومده نه خونه بود. امره یعنی تو واقعا نمیدونی سلیم کجاست؟ داره؟ امیر چرا باید دروغ بگم؟ رفتم خونه شون، خبری ازش نیست. وقتی دیدیش بگو به هم زنگ میزنه، باشه؟ باشه میگم. بریم به هم. بیگیت خان زنگ زدیم، داره میاد. خوبه، بیاد ببینی. حسام، مبادا تابلو کنی. واسه احتیاط آقا الماز و یه جای دور بفرستیم؟ نه، درست نیست. اگه الماز غیبش بزنه ایگیت شک میکنه، جونشو میگیره. اینجا جاش امتره. امکان نداره بفهمه قربان. انگار تو ایگیت دست کم گرفتی،
این یارو از پلیس کلی پول دزدیده. غیر ممکن بود یه گوله تو مخ نزدیکترین آدمش شلیک کرده، خون جلو چشمش گرفته. حالا اگه ایلماز غیبش بزنه این یارو شستش خبردار میشه. بی خودی تحریکش نکنیم. چشم قربان. به آبجیم بگو اینم مثل شربته که خودش میخوره شیرین کرده. این آدم یه قهوه تلخ و ساده درست کنه با خیال راحت بشینیم بخوریم. برو. امروز صبح با معاون وزیر صحبت کردم. وزیر کشور خواسته بازپرسی شروع بشه. کنانم داشتن منفصل از خدمت میکردن که لحظه آخر مانع شدم. خب حق دارن، مقدار زیادی پول که باید ازشون توسط دادستانی محافظت میشد دزدیده شده. بالاخره یکی باید جواب پس بده. معلومی که کیا باید جواب پس بده قربان. اما یه مدرکم بر علیهشون نداریم. بالاخره به دست میاریم پسرم. اگه تو با همین اراده به کارت ادامه بدی هیچ کدوم نمیتونن فرار کنن. از این پسر سریم چه خبر؟ هنوز زبون باز نکرده؟ بالاخره حرف میزنه قربان. صبح یه سر به مغازه زدم اما نبود. میدونین همین که ما فقط از اون بازجویی نکردیم الان همه توجه ها رو به خودش جلب کرده، تحت فشاره، برای همین به زودی حرف میزنه. پسر کجا موندی ها؟ حواست به ساعت هست؟ سلیم کجاست رفیق؟ اصلا نتونستم پیداش کنم، تلفنش هم خاموشه. نمیدونم، حتما یه جایی هست دیگه، بالاخره سر کلش پیدا میشه. اون بی خبر جیم نمیشه. امیرم جلوی طلا فروشی دنبال سلیم میگشت. تو با بچه ها حرف زدی؟ آره حرف زدم. باش. اوه بفرمایی. دنبال کسی میگردی؟ پرونده داره روز به روز سنگین‌تر میشه کیت. اما یه چیزی رو بهت بگم، واقعا تا این اندازه ازت انتظار نداشتم. تو میدونی از دولت پول دزدیدن یعنی چی گیت؟ عجب، چه حرکت حرفه‌ای. باید به این حرکتشون تبریک گفت. امره ما را یکم تنها میذاری؟ درم پشت سرت ببند. خب جناب باسپورس، برای چی اومده بودین؟ اگه موضوع دوباره بازجویی شدنه زحمت نمی کشیدی میگفتی ما می اومدیم. میدونم پولا رو تو دزدیدی گیت. میدونی ولی مدرکی نداری، درسته؟ بله، تو که عقل کل نیستی. ما باید کارتو بهت یاد بدیم. اثبات میکنه میگید. چطوری؟ جاسوس کوچولوت هم دیگه نیست. کارت سخته جناب باسپورس. راستی امروز میام الیفو ببینم، حواست باشه. تو هنوز نمیفهمی نه؟ نمیتونی الیفو ببینی، کبرا نمیخواد، تموم شد. انگار خیلی دوست داری کارو به دادسرا بکشونی، درسته؟ دادگاه، تست دی ان ای، اعصابت خیلی خورد میشه. مرتی که کودن، کدوم قاضی به شکایت تو همیت میده ها؟ دختر یه بازپرسو میگیرم میدم به تو؟ ایگیت، خسته شدم. برای همین بی خودی اعصابم خورد نکن. اگه مانع دیدن دخترم بشی امیر، بد جوری اعصابتو خورد میکنم. قابلیتامو خوب میدونی، برای همین مجبورم نکن. بی
ببین چه چیزای خوشگلی برات خریدیم. مگه نه مامانی؟ تو هم پسندیدی؟ من که عاشقشون شدم. اما میدونی بزرگ که بشی میگی اینا همه بچه گونه است، نمیخوامشون. تازه اون موقع مامانت هم نمیپسندی. جونور. خاله نریمان خسته نباشی. مرسی کبرا جان. باعث شدیم خجالت بکشه مامانی. دریا سلیمو ندیدی؟ امره دیوونه شدی؟ چندمین بار اینو میپرسی؟ من با سلیم چی کار دارم؟ کجا قراره ببینمش؟ باشه ولش کن، من بازم اطرافو بگردم. منم میخوام باهات بیام. چی شده؟ میونتون شکراب شده؟ نه دختر جون همچین چیزی نیست. خب پس چرا رنگت پریده؟ ما اومدیم. خوش اومدی امره، خوش اومدی. ممنون. وای دریا، برای الیف انقدر چیزای خوشگلی خریدم که نگو. مگه نه مامانی؟ من و امره یه کار کوچیک داریم، بعدش میام. باشه. خیر باشه. خیره خیره، چیزی نیست. چیزی مهمی نیست. چیزی مهمی نیست جون. بچه رو گریه انداختی امره. باشه مامانی، باشه دختر خوشگلم. خب دیگه بیا بریم، رسیدیم به مغازمون. این پسر از دیروز غیبش زده. خب مرد جوونه، برای خودش کاروبار داره دیگه. من که نفهمیدم شما بعضی وقتا با همدیگه غیبتون میزد، بعضی وقتا هم پیداتون میشد. حالا چون یه روز غیبش زده که نگرانی نداره، واقعا نمیفهمم. دریا این سری جریان به این سادگی ها نیست. انگار سلیم ما رو لو داده. چرن نگو بابا، سلیم همچین کاری نمیکنه. یعنی با ما نمیکنه. والا منم باورم نمیشه، ولی تقریبا قطعیه. کسی که به امیر اطلاع داده اونه. یعنی چی؟ ایگیت میدونه؟ اونم آخرین بار سلیم رو دیشب دیده. از اون موقع هم غیبش زده. یه لحظه صبر کن. وقتی ایگیت دیشتب اومد خونه سر وزش خونی بود دریا. چی؟ زخمی شده؟ نه. ها؟ نه میگه خونه من نیست، ولی نمیگه چی شده. چه خبره دریا، بگو دیگه. نه بابا، همچین کاری نکرده. دریا چه خبره، بگو. یه سر به سیبل زدم. خب؟ ایگی دیروز با سر و وضع خونی رفته خونه. تو چی داری میگی دریا؟ سیبل گفت حال و روزش عجیب بوده، ولی همچین کاری نمیکنه. من باور نمیکنم. امره یه چیزی بگو. این کارو نکرده مگه نه؟ نه بابا، نه نمی کنه. خوش اومده ایگیت، بیا بشین. بلا به دور ایلماز. دست گل کیه؟ چیزی نیست، فقط یه اتفاق بود. بگذاریم این وراجی ها رو ول کنین. خب بگید چیکار کردی؟ ترتیب این خائن رو دادی؟ تو دنیا چیزی به اندازه خیانت نزدیکترین کس دردناک نیست. کسی رو که برادر خودم میدونستم،
یکی از نزدیکترین کسامو با دستای خودم کشتم. تو قبرستون کویپولنزه، تو یه جای خالی، بدون نماز خوندن و بدون مراسم خاک کردم. حتی یه سنگ مزارم بالا سر قبرش نیست. آخر عاقبت یه خائن اینه. به نظرم کار تو هم سخته آیگیت. یه برادر بازپرس داری که میخواد دستگیرت کنه. دست راستت هم که خائن بود و تو رو به برادرت فروخت. اوضاع خیلی خرابه. بله آیگیت. کله ما رو وقتی که کوچیکه باید له کنی، که وقتی بزرگ شد دردسر بزرگتری برات درست نکنه. تو کار ما به نزدیکترین کست هم نباید رحم کنی. وقتی کسی پا رو دومت میذاره باید رو کلش سوار شی که بفهمه سوء استفاده کردن از موقعیتش یعنی چی. برای اطرافیانش هم درس عبرت میشه. حق با شماست حقی خان. تو کارای ما جایی برای احساسات نیست. کسی که اشتباه میکنه، حتی اگه بچه خود آدم باشه، باید با دستای خودت مجازاتش کنی. خاله نریمان، خوش اومدی. مرسی. بیا بشی. چی برات بیارم؟ ببین همه اینا رو ما درست کردیم. نه نه، به خدا چیزی نمیخوام. تو هم بیا بشین. قنادیتون خیلی خوشگله ها، رنگا رنگه، روشنه. تا اومدم تو دلم یه هوا شد. داریم سعی میکنیم ردیفش کنیم دیگه. کبرا، تو امروز منو موقعی پنجره پاک کردن دیدی. لطفا به سیبل نگو باشه. خب نمیدونه که هنوز واسه نظافت میرم بیرون. حالا به خاطر من از شوهرش پولی چیزی میخواد. اصلا نمیخوام با اون مرده که جوگیر منو طرف صحبت کنه. مگه میشه که بگم؟ البته که نمیگم. بعدش هم حق با توه، نباید با ایگیت رو در رو شد. خاله نریمان، ببین بهت چی میگم. سوء تفاهم پیش نیاد. بیا اینجا با هم کار کنیم. یعنی چی؟ من؟ اینجا؟ البته. مگه چی میشه تو آشپزخونه به هم کمک میکنی؟ همینه که میبینی کارمون اینه دیگه. خب این چطوری میشه؟ چطوری میشه کبرا؟ سیبل چی میگه؟ آخه میونتونم خوب نیست. اینا رو ول کن، اون یه جریان دیگه است. این یه جریان دیگه. بعد اینکه منم با بچه سختمه. هر چقدر با دریا بودو بودو میکنیم ولی به زور از عهده کارو برمیاییم. ببین کار آشپزخونه از نظافتم راحت تره. برای تو هم خوب میشه. منم به کسی که بتونم بهش اعتماد کنم نیاز دارم. چی میگی ها؟ با هم کار کنیم؟ تو چون امروز منو اونطوری دیدی میخوای کمک کنی؟ آره؟ نه به خدا، همچین چیزی نیست. خاله نریمان، تو که از محل رفتی انگار یهوی مادر هممون از پیشمون رفت. یه جای کار میلنگه. لطفا بیا اینجا بالا سر هممون باش. نمیدونم چی بگم. فکراتو بکن باشه. حالا میخوام برم برات کیک بیارم، باید بخوری. خیلی خوب باشه.